در مراسم فیلم The Breadwinner در سفارت کانادا در واشنگتن، خانم رولاغنی بانوی اول افغانستان و شمار دیگر از فعالین زن حضور یافتند. فیلم The Breadwinner که توسط انجلینا جولی هنرپیشه آمریکایی تهیه شده است. I knew what peace felt like. Stories remain in our hearts even when all else is gone. قصه زندگی پروانه دختر 11 ساله افغان است که در دوران حکمروایی طالبان تحت سخت‌ترین شرایط بر تمویل خانواده‌اش با آزمون‌های گوناگون مواجه می‌گردد. رولا غنی بانوی اول افغانستان در این مراسم از دستاوردهای زنان افغان یاد کرد، ولی از آن کرد که قصه پروانه در بخش دختران افغانستان واقعیت دارد. این واقعیت دارد، واقعیت دارد، با وجودی که بسیار چیزها در افغانستان اتفاق افتاده، ولی این واقعیت دارد. با وجودی که این یک فیلم کارتون است، اما چیزی را که شما در این فیلم مشاهده می کنید، محبت و همبستگی خانواده است که افغانها را کمک می کند با سخت‌ترین شرایط مبارزه کنند. خانم غنی گفت این فیلم تأکید مثبت برای باسوادسازی دختران است. It confirms my conviction. این فیلم بر تعهد من تاکید می کند. تعلیم و تربیت مهم است که هیچ کس از شما آن را گرفتن نمی تواند. این دخترک با داشتن نیروی خود توانست پول به دست بیاورد. نورا تومی، دایرکتر این فیلم، می گوید از خواندن داستان فیلم حیرت زده شد. با خواندن کتاب دبرا الیس کاملا با شخصیت پروانه علاقمند شدم. یک شخصیت عالی و قوی است. یک دخترک عادی خوشمشرب است که فامیل خود را دوست دارد و در این زمان با مشکلات مواجه است. ملانی ورویر، آمر اجرایی دپارتمنت پوهنتون جورج تاون برای امور زنان که میزبانی این رویداد را به عهده داشت، چنین گفت. Just was an extremely powerful film for me. یک فیلم فوق‌العاده قوی و عالی بود. در زمان طالبان هر کاری را انجام می‌دادند، هیچ کس چیزی کردن نمی‌توانست. دیدن این فیلم بنگر قوت مقاومت زنان افغان است. نادیا هاشمی، خانم افغانی که خود را کاندید انتخابات کنگره کرده است، در مورد فیلم چنین اظهار نظر کرد. I thought it was beautifully done, and one of the things that I think we see when we look at films. بسیار فیلم مقبولی بود. این فیلم بیانگر قهرمانی، قوت و قدرت زنان در رویارویی با آزمون هاست. My family is in a desperate situation. Girl, stop what I tell you. قرار است این فیلم در سینماهای سرتاسر آمریکا به تاریخ 7 ماه نوامبر به نمایش گذاشته شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.